بی‌رحم‌ترین انسان‌های تاریخ چه کسانی بودند؟ آیا مسلمان‌ها بودند؟ زمانی که یک انسان متولد می‌شود، برای خوب بودن یا بد شدن حق انتخاب دارد. واقعیت بشر این است که ترکیب از خوبی‌ها و بدی‌هاست. بدی‌هایی که اگر بروز کنند و به آنها میدان داده شود، انسان را به یک موجود ترسناک تبدیل می‌کنند. در طول تاریخ افراد زیادی بودند که برای داشتن قدرت خونها ریختند و جانها گرفتند. ولی آیا تمامی آنها مسلمانها بودند؟ با جاده تیوی همراه باشید تا با وحشتناکترین و خونخوارترین آدمهای تاریخ در این ویدیو آشنا شوید. بی‌رحمی حد و مرز ندارد، به ویژه برای انسان‌هایی که در ادامه از آنها بیشتر خواهید دانست. در این ویدیو اولین کسی را که برای شما با معرفی خواهم گرفت، مرد نه بلکه یک خانم بسیار ظالم و خون‌آشام است. الیزابت باتوری. برای اولین بار زمانی که با خشم در صورت یکی از خدمتکاران زد، متوجه درون سیاه و تاریک خود شد. او متولد سال 1560 و الهام بخش شخصیت خون آشام ها شده است. او را به دراکولا هم می شناختند. او تصور میکرد که با حمام خون گرفتن پست بهتری خواهد داشت. بر علاوه او گوشت تعداد زیادی از دختران جوان را هم خورده بود و در محل زندگی خودش 650 دختر قربانی او شده بودند. الیزابت برای شکنجه دختران سوزن زیر ناخون هایشان فرو میکرد و با عنوان وحشتناکترین قاتل سریالی آن دوره شناخته می شد. ظلم و وحشت این خانم باعث شد که مردم به خشم آمده و علیه او بجنگند و در آخر او را به مدت 4 سال درون یک اتاق قرار دادند و پس از آن مرد. آتیلا از قوم هون، یک شخص خونخوار. یک مرد به تنهایی برای مردمی که در قرن 5 می زیستند چنان وحشت و ویرانی به بار آورد که نامش در تاریخ ثبت شد. آتیلا حتی به برادر خودش هم رحم نکرد و برای قدرت او را کشت. او رهبر 500,000 جنگجوی به خون تشنه بربر بود و با حملاتش به شرق امپراتوری روم مردم آنجا را فقط برای طلا بدون هیچ رحم قتل عام کرد. می گویند از کشتارهای او رود خون جاری می شده است. جوزف منگله. جوزف فیلسوف و پزشک بود. او بر روی انسانها به ویژه دوگانگی ها آزمایش های وحشتناکی را انجام می داد و باعث مرگشان می شد. طبق آنچه گفته می شود، او بر روی 88 دوگانگی آزمایش های غیر انسانی انجام داده بود. او را در اردوگاه های اسرای نازی به فرشته مرگ می شناختند، زیرا علاوه بر آزمایش هایش بیش از 400,000 نفر را راهی اتاقهای گاز کرده بود. آیا جوزف منگله مسلمان بود؟ به همین ترتیب جوزف استالین. او از سال 1922 تا سال 1953 حکومت میکرد و در این 3 دهه یک دکتاتوری کامل برپا کرده بود. بیش از 20 میلیون انسان توسط او مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار گرفتند، کشته و یا اینکه تبعید شدند. البته نام واقعی او استالین نبود و این نام را که به معنی مردی از جنس فولاد بود در سال 1912 برای خود برگزید. او هر کسی را که دوست نداشت میکشت و در سال 1953 خودش هم تن به مرگ داد. پلپات. او رهبر کامبوج بود و باعث مرگ 2 میلیون نفر که 1/4 جمعیت کل کشور بودند شد. او زنان، کودکان و مردان را شکنجه می داد و زنده دفن کرده و مجبور می کرد که تا آخرین نفسهایشان کار کنند. در این میان اگر کسی از کار می ایستاد یا اشتباه می کرد، او را می کشت. آیا پلپات مسلمان بود؟ ولاد دراکولا. او یک دراکولا نبود و این لقب را به خاطر کارهایی که می کرد با او دادند. در واقع شخصیت دراکولا را هم از او الهام گرفتند.
او را در سر تا سر اروپا به شجاعت و بیرحمی بیش از حدش می شناختند. در قلمرو او تنها وحشت حکم فرمایی می کرد. به او لقب میخ کشنده می دادند و این لقب را به خاطر روش خاصی که در کشتن داشت به دست آورده بود. او دو دست و پای قربانی را به دو اسب می بست و اسب ها را مجبور می کرد که به دو سمت مخالف حرکت کنند و همزمان یک چوب به آرامی در بدن فرد فرو می رفت. این روش باعث تدریجی شدن مرگ و عذاب بیشتر برای قربانی می شد. و به همین ترتیب ایوان مخوف در زمان جوانیش عادت داشت که حیوانات را از طبقات بالاتر به پایین بندازد. او یک رهبر ظالم، وحشی و شرور بود و دوست داشت که زجر مردم به خاطر درد را تماشا کند. او کودکان را میبست تا از گرسنگی بمیرند و پدر و مادرهایشان را مجبور میکرد که در مقابل آنها غذا بخورند. در طول زندگیش زنان زیادی داشت و بسیاری از آنها را فردای ازدواج کشت. او هزاران نفر را بدون هیچ رحم سوزاند. کالیگولا او سومین امپراتور روم از سالهای 37 تا 41 پس از میلاد بود. او افراد را فقط محض تفریح می کشت و دستور می داد که مجرمان را محکوم به مرگ تدریجی و دردناک کنند. او مجرمان و مردم را رو برای شیرها و ببرهای گرسنه می انداخت و خورده شدنشان را تماشا می کرد و مردها را وامی داشت که همسرانشان را به او بدهند. تنبیه مورد علاقهش تکه و پاره کردن افراد با عرب بود و در این میان همین بلاها را سر بسیاری از افراد خانوادهش چون مادر بزرگش، خسر و برخی از دوستانش آورد و در آخر گارد محافظش او را کشت. آیا به نظر شما این شخص مسلمان بود؟ نرو نرو پنجمین امپراتور روم بود. او یک فرد عیاش، بی‌رحم و بخون تشنه بود که به برادر و پدر خودش هم رحم نکرد و آنها را با مسموم کردن کشت. او همسر قبلیش را تا سرحد مرگ شکنجه کرد و معلمش را مجبور کرد که رگهایش را در آب داغ بزند. او حتی مادر، خواهر و خاله‌اش را هم به قتل رساند. زمانی که شهر را به آتش کشید، صدها نفر در این آتش جان باختند. و او این حادثه را گردن مسیحیان انداخت تا بهانه‌ای برای شکنجه آنها هم داشته باشد. در آخر هم زمانی که احساس کرد زندگیش در خطر است، گلوی خودش را برید. و حالا یک شخص بسیار مشهور که همه ما آن را میشناسیم، آدولف هتلر. سال 1933 هتلر صدر اعظم آلمان شد. او برعلاوه عضوی از ارتش آلمان در جنگ جهانی اول هم بود. هنگامی که قصد آزمایش روش‌های نوین کشتار را داشت، باعث مرگ 30,000 فرد شد. تنفر هتلر از یهودی‌ها باعث شده بود که در لهستان 90% آنها را بکشد، زیرا باور داشت که جنگ جهانی اول را به خاطر یهودیان باخته است. در زمان حیاتش هتلر 50 میلیون نفر را کشت و به عقیده بسیاری ها در آخر هم با خودکشی به زندگیش پایان داد. ناگفته نباید گذاشت که هتلر یگانه فرد شجاع و مشهور در تاریخ باقی مانده است. خب در این اواخر در دنیای میدیا و جهان مسلمان ها را تروریست و ظالمترین طبقه می دانند. اما تاریخ شاهد است که مسلمان ها چقدر با رحم و صلح خواه هستند. از همین رو در ویدیوی بعدی برای شما تکنولوژی و علمیت مسلمان ها را به تصویر می آوریم که مسلمان ها اولین کسانی بودند که تهداب تکنولوژی نوین امروزی را بنا کردند. تشکر که این ویدیو را تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتان آمده باشد، با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو را نشان بدهید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذاب روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این چینل روی عکس چینل کلیک کنید. تشکر.